سلام به همه دوستان عزیز، دلیر شار هستم. امیدوارم که سلامت و موفق باشین تا این لحظه امتحانهای نهاییتون رو به خوبی، خوشی و موفقیت سپری کرده باشین. خب امشب اومدم در خدمت شما تا یک جمع‌بندی داشته باشیم در مورد آزمون نهایی فارسی، ببینیم شکل سوالات به چه شکلیه، بارمندی ها به چه شکلیه و یکم تیپ سوالات رو بررسی کنیم. یک داده کلی خدمتون عرض میکنم و بعد میریم نمونه سوالات سالهای قبل رو یکی دوتا رو با هم دیگه حل میکنیم و رفع اشکال میکنیم. خب توی آزمون نهایی بچه ها، شما میدونید این رو که ما سه تا قلمرو داریم. سه تا قلمرو کدوما هستن؟ قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و قلمرو فکری. سه تا قلمرو. پربارمترینش کدومه؟ با ارزشترینش برای مطالعه کدومه؟ قلمرو سومیه، یعنی قلمرو فکری. شروع آتشین شما با کدومه؟ با قلمرو زبانی. بچه توی قلمرو زبانی که در واقع شروع حل سوالاته، چه تیپ سوالاتی داریم؟ چه بارمندی حدوداً داریم؟ متغیره، معمولاً بین 5 تا 5.5 نمره توی این بخش شما بارم دارید. سوالات شروع میشه با معنی لغت، حواستون باشه. معنی لغت ها رو داخل جمله به شما میدن. یکی از تیپ های سوالات به این شکله، یعنی بهتون جمله میدن، کلمه رو مشخص میکنن، میگن آقا معنی کنید. شکل دوم چه جوریه؟ کلماتی که ممکنه در واقع دو تا معنا داشته باشن و شما شکل های خاصی ازش رو توی این سال ها یاد گرفتید، مثل اصلا واژه دستور، یکی به معنای امر و فرمان، یکی به معنای وزیر. جمله یا عبارت به شما داده میشه، میگه آقا در این جمله کدوم یکی از این کلمات درسته برای جاگذاری، که با توجه به معنی کل جمله شما انتخاب میکنید. بارم کمی داره، معمولاً بین 1 تا 1.5 نمره بهش تعلق میگیره. میریم توی بخش املا. توی املا تیپ سوالات یه چند شکل تقریبا مشخصه. یکی این که به شما گروه کلمه میدن، میگن غلط‌ها رو توش اصلاح کنید، شکل درستشون رو بنویسید، که توش کلماتی که از نظر املایی درست هستند هم داره. تیپ دیگه سوالات اینه که کلماتی که بچه‌ها دو شکل املا دارن، یعنی باز شما باید به بحث معنی تسلط داشته باشید، مثل خان و خان، درسته؟ خان با الف و خانی که با واو نوشته میشه، که با توجه به معنی املای درست رو انتخاب کنید. و یا اینکه متن به شما میدن و شما قراره که توش غلط املایی پیدا کنید، که باز 1 تا 1.5 نمره بهش اختصاص پیدا میکنه. بخش زیاد نمره و بارم در قلمرو زبانی متعلق به بخش دستور زبان فارسی بچه ها. یعنی چی؟ یعنی سوالاتی حول محور پیدا کردن نقشای دستوری، گروه های اسمی. توی سال 12 شما مبحث وابسته ها رو یاد میگیرید، پس حتما از این بخش سوال خواهید داشت. نقشای تبعی، همه اینها سوالاتی هستن که توی این بخش در واقع میان. تیپ سوالات متفاوته، عبارت بهتون میدن، میگن نقش دستوری پیدا کن، یا دو تا نقش دستوری میدن، عبارت میگن آقا این دوتا رو پیدا کن و مشخص کن توش. و یا اینکه حالا اگه گروه اسمی باشه، یا میگن کامل پیدا کن، یا میگن هستش رو پیدا کن، یا چند تا گروه اسمی میدن، مثلا بهت میگن که در این عبارت آیا این کلمه هسته گروه اسمی هست یا نه، که باید مشخص کنی. بخش بعدی یا قلمرو بعدی اختصاص داره به چی؟ قلمرو ادبی. این یکم بارمش از قلمرو زبانی بیشتره. یه چیز هول و هوش مثلا معمولا بین 7 تا 7.5 نمره ممکنه اختصاص بهش داده بشه. توی این بخش ما با چه چیزهایی روبرو هستیم؟ قلمرو ادبیه، یعنی سر و کار شما با آرایه‌های ادبیه. بخش اصلی یا پایه اصلی سوالات بر اساس
آرایه های ادبی که طی این سالها یاد گرفتید و حالا درس های مهمی مثل مثلا دماوندیه، مثل درس اول کتابتون از سعدی و اینها ازش سوال داده میشه در بحث آرایه های ادبی. تیپ سوالات چه شکلیه؟ مثلا متن داده میشه، بهتون میگه آرایه های ادبیش رو مشخص کنید، یک تیپ یا یک شکل سوال به این صورته. یا اینکه مثلا باز چند تا آرایه داده میشه، بهتون جمله داده میشه، ممکنه مثلا یک جمله اضافی باشه، یعنی مثلا چهار تا آرایه رو قرار پیدا کنید 5 تا جمله باشه، میگن توش پیدا کنید و مشخص کنید. یا ابیاتی میدن جلوش مینویسن آقا مثلا این اسلوب و معادله یا تضاد کدومشو داره، شما انتخاب میکنید، به اصطلاح تیک میکنید و جواب رو مشخص میکنید. در این بخش سوال از تاریخ ادبیات هم میاد، بارم کوچیک و ناچیزی داره، ولی خب کسایی که نمره کامل میخوان لطفا بخونن، برای اینکه خلاصه نیم تا یک نمره بهش تعلق میگیره. اما بخش سوم یا قلمرو سوم یا پربارم ترین بخش کدوم بخش بچه ها؟ بخش ارزشمندی که ارزش خودش رو تو سوالات کنکور هم نشون میده، بخشی که شما تو کنکور با اسم قرابت معنایی میشناسیدش، توی این 3 سال با چه عنوانی میشناسیدش؟ قلمرو فکری، توی بخش قلمروهایی که در واقع خودارزیابی ها یا تمرینات کتاب درسی شما بعد از هر درسه. تیپ سوالاتش هم همون محورهاییه که توی کتاب درسی شما داده میشه، یعنی چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. مثلا به شما میگه معنی یک چیز رو مشخص کنید، یعنی پایه یا اساس سوالاتش و بارم خیلی زیادی تعلق به این داره که نظم و نثر رو به شما میده و میگه به نثر روان معنیش کنید، که این در واقع میشه معنی ظاهری که قابل توجهه. بحث بعدی که به نظر من پر اهمیتی، چون سوالات یکویی نداره، یعنی نمیاد یه دفعه 3-4 نمره معنی رو شما معنی میکنی تمام میشه میره، تو بخش مفهوم ریز ریز بهتون سوال داده میشه. تیپ سوالاتش به این شکله، مثلا میگه که یک بیت از درس سیمرغ رو به شما میده، میگه آقا مثلا زیر طاووس خط میکشه، میگه طاووس منظورش چه کسانیه؟ درسته این ممکنه تو بخش قلمرو ادبی شما با عنوان سوال نماد بیاد، یعنی کدام کلمه در اینجا به شکل نماد به کار رفته، شما میگی طاووس. تو قلمرو فکری همین طاووس رو زیرش خط میکشه، حالا میگه منظورش کیه، مقصودش کیه، به کی داره اشاره میکنه؟ شما میگه انسانهای عابدی که فقط میخوان برن بهشت، یعنی هر گونه عبادت یا کار نیکی اگه انجام میدن به خاطر کسب پاداشیه، درسته، به خاطر عشق صرف نیست. یا سیمرغ نماد کیه؟ حضرت حق، درسته، سیمرغی که با هم نوشته میشه، نه سیمرغ، حواستون باشه. مفاهیم کنایی بسیار با اهمیت هستن، یعنی سوال به شما داده میشه، بخشی رو مشخص میکنه، میگه مفهومش چیه، دیگه تو مفهوم تو معنی ظاهری نباید بکنی، درسته؟ اینجا اون مفهوم کنایی مد نظره، پس مفاهیم کنایی رو تو بخش قلمرو فکری با دقت و تمرکز بیشتر یاد بگی. و توی این بخش آخرین چیزی که ازش سوال میاد بخش حفظ شعر. خب شما 4 تا حفظ شعر دارید تو کل کتاب فارسی 12، آزمون نهاییه، چیزی مبنی بر حذفشون نداریم، سخت حفظ کردنش، خواهم در اشاره راهکار به ما بده چی کار کنی؟ سعی کنید حداقل اگر واقعا واژه به واژه حفظ نیستید، یه چیزی مثل مفهوم و معنی بلد باشید ازش، چون تیپ سوالاتش گاهن ممکنه که به شما هم سوال رو بدن، یعنی مصرعهایی رو بگن مصرعهای قبل یا بعدش رو پیدا کنید. یه مفهوم کلی یادتون باشه میتونید انتخاب کنید اگه خوششانس باشید و سوال به این شکل در واقع بیاد. گاهن هم میگن جای خالی رو پر کنید، که این شکل سوال کمبارمتر معمولا میاد. این میشه یه توضیح کلی در مورد شکل سوالات درس فارسی توی آزمون نهایی. حالا بریم با هم دیگه نمونه سوال حل کنیم. خب
من که صحبتهایی که کردم براتون در واقع بیشتر قابل درک باشه، بیشتر ملموس باشه، میریم نمونه سوال کی رو خرداد 1400 یعنی پارسال رو براتون حل میکنم. تیپ و شکل سوالات رو ببینید، بارمها رو ببینید و استفاده کنید. بریم هم دیگه سوال اول. خب بهتون گفتم قلم رو به زبانی، بارمش رو نگاه کنید لطفاً، بهش دقت کنید. اولین سوال با چی شروع شد؟ معنی هر یک از واژه‌های مشخص شده رو بنویسید. دیدم توطئه ما دارد میماسد، ماسیدن به نتیجه رسیدن، درسته؟ که گفتی سمن داشت، همون گل یاسمن خودمونه دیگه. ببین چقدر آسون سوال برتر کرده، درسته؟ یا واژه تزویر بلدی؟ ریا. تعب به معنای سختی، مشکل. یه نمره بارم داشت، 4 تا 25 صدومی. میای سال دوم، میگه ببین تیپ دوم سال که بر تشریح کردم، گفتم واژه هایی که یک شکل نوشته دو تا معنی متفاوت دارن تو جمله میده، با توجه به مفهوم پیدا کن، انتخاب کن. در بیت های زیر تفاوت معنایی واژه دستور رو میگه. خب دستور رو گفتیم، اتفاقا جالبه، همینم فکر کنم براتون مثال زدم توی توضیح دادن، گفتیم دو تا معنی داره، یکی همون امر و فرمانه، درسته؟ یکی هم به معنای وزیر یا مشاوره. خب میگه چه نیکو گفت با جمشید دستور. کی به جمشید حرف خیلی خوبی زده؟ دستورش، یعنی کی؟ وزیر مبارک. تنز جان و جان ز تن مستور نیست، پوشیده ستر و حجاب، لیکس را دیده جان دستور نیست، هیچکی اجازه نداره که روح رو ببینه، درسته؟ باز باره ما نگاه کن، 2 تا 25 صد. بریم سال بعدی. رسیدیم به کدوم بخش؟ بخش املای کلمات. میگه املای درست را از داخل کمانک انتخاب کن. باز تیپ سوالی که دو شکل نوشتار کلمه داره، با توجه به مفهوم جمله بعد درستش را انتخاب کنیم. واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب نسبت داده شده، گفت از بحر غرامت جامعت بیرون کنم. از بحر، این که میشه دریا، از بحر این رفتم، یعنی چی؟ برای، درسته؟ در هر یک از موارد زیر یک نادرستی املایی پیدا کنید، درستش رو بنویسید. همچنان که میتوانست، او اگر میخواست کن کمند شست خم خیش بکشاید، درسته؟ بچه ها درست درست، مزق چجوری بود؟ جویدن. باز بارم ها رو نگاه کنیم. در گروه کلمه‌های زیر دو مورد نادرستی املایی وجود دارد. دیگه تفلک اومده خودش دوتا مورد هم گفته. آزرم اولی، رزه آزر به معنای شرم و حیا، مترادفش هم که بهت داده، درسته؟ بیارزش خار گل؟ نه، خار به معنای چی؟ پس با چی املاش؟ بابا دو مورد رو پیدا کردیم دیگه، اینو اینم که میرم. بریم بعدی. حالا رسید به بارمهای بیشتر بخش این قلم رو، یعنی بخش دستور زبان. در نوشته زیر نقش دستوری واژه‌های مشخص شده رو میگه تعیین کن. پروانه چه چیز را از عشق آتش خورد؟ نکته، برای پیدا کردن نقش دستوری
به فعل رجوع می کنم. این حواست بهش باش. و همه جهان آتش بیند. بیند اینجا به معنای چیه؟ دانستن، یاد گرفته بودی. اگر این به معنای دانستن و فهمیدن باشه، همه جهان را که میشه مفعول جمله، چه جور بیند؟ آتش، یعنی مسنده. همه جهان را آتش تصور میکنه. بریم بخش بعدی. با توجه به بیت های زیر، درستی نادرستی رو میگه مشخص کن. بریم با هم دیگه ببینیم چی میگه. در بیت اول فعل شویم اسنادی و فعل نیست غیر اسنادی است. چه جور است؟ نزدیک است. درسته؟ این داره نسبتی رو میده. پس فعلش فعل اسنادیه. والی را سرای، سرای والی، آنجا شویم. شویم اینجا فعل اسنادی نیست. درسته که است، بود، شد، گشت، گردید و مشتقاتشون ما میگیم فعل اسنادیه. حواست باشه به معنی باید دقت کنی. ممکنه نیست به معنای وجود نداشتن باشه، دیگه اصلا اسنادی نیست. حواست باشه شدن یا شویم به معنای رفتن باشه، دیگه اسنادی نیست. حواست باشه. خب اینجا اصل اسنادی داشتیم، ولی اینجا چی میگه؟ میگه در بیت اول فعل شویم اسنادیه. همینجا نفیش کنیم، چون اینجا شویم به معنای چی؟ رفتن، یعنی به آنجا بریم. گفت والی از کجا؟ در خانه خمار نیست. نیست یعنی حضور ندارد. این درست، اما اینجا به معنای رفتنه، پس میشه نادرست. در بیت دوم خوابگاه مردم. خوابگاه مردم، مردم بچه ها یک اسم مضاف الیه، درسته، ترکیب اضافی. و مردم بدکار، بدکار خب قاعدتا صفته، یک ترکیب وصفی، و این میشه درست. درست شد تا اینجا. بریم سال بعدی، سال هشتم. میگه نوع وابسته، وابسته را در هر یک از موارد زیر بیا مشخص کن. عزیز دلم، وقتی صحبت از وابسته وابسته میشه، بحث ممیز مطرح میشه، بحث مضاف الیه، مضاف الیه، صفت مضاف الیه. پس حواست باشه، بحثیه که تو سال دوازدهم خوندیم. اولین چیزی که گفته قدرت هسته، قلم مضاف الیه، نویسنده مضاف الیه، مضاف الیه، درسته؟ اینجا میتوان چند حلقه، یک جور واحد شمارشه، درسته؟ چون چاه هسته ماست، درسته؟ میشه چی؟ ممیز. حواسم باشه بهش. سال نو میگه به پرسش ها پاسخ بده. نوع واو در مصرع اول حرف ربط یا عطف؟ ربط بچه ها چی بود؟ واوی که میانه دو تا جمله میومد، یعنی بعد فعل میداشتی، واو میداشتی جمله بعدی. واو عطف چیه؟ واوی که میانه دو تا کلمه بیاد. خب در مصرع اول واو بین دو تا کلمه اومده، آنجا در آن برزخ صد، در کوچه های غم و درد، درسته؟ دو تا کلمه، پس عطف. تو مصرع دوم کدام واژه نقش نهاد دارد؟ یکی از بهترین کارها واسه پیدا کردن نقش دستوری مرتب کردنه. اینو همیشه من بهتون تاکید میکنم. شاید فکر کنم تو سال هفتم هشتم بازگردانی در واقع نظم به نثر رو بهتون اشاره میکنم، بهتون یاد میدم، بچه ها خیلی راحت ازش میگذرن، ولی تا سالهای سال یک بحث به نظر من بسیار مهم و پایست برای اینکه بچه ها بتونن نقش دستوری رو راحت تر پیدا کنن. غیر از شب آیا چه میدید؟ چشمان تار من و تو. خب دیدن رو کی انجام میده؟ درسته؟ گروه اسمیه، نهاد من. با اینکه ببین بحث بلاغی داره، شیوه بلاغی داره، این اومده آخر، اومده حواسم باز بهش باش.
سال ده میگه در نوشته فکر کردم اگر پیشتر بروم به حد گم میشم بر تله خاک نشستم الی آخر الف زمان کدام فعل مضارع التزامی؟ فرمول مضارع التزامی چیه؟ به اضافه بنه مضارع به اضافه شناسه، درسته؟ همین اول داریم بروم. در واژه صدایتان نقش دستوری ضمیر پیوسته تان رو بگین. نقش ضمیرها یک مبحث بسیار مهم بود، میتونستن مضافان اله باشن، ضمیرهای چسبیده به اسم و فعل میتونستن مفعول باشن، میتونستن متمم باشن. بعد باز کنیم، خیلی بهمون کمک میکنه، یعنی ده تقریبا جا به جاش کنیم ببینیم ضمیره به چی برمیگرده یا کجا به عنوان یک گروه اسمی قرار میگیره، بعد راحت تر میشه پیداش کرد. میگه حتی اگر من صدایتان نمیکردم، من تان در واقع شکل منفصل یا جداش میشه شما دیگه، من شما را صدا نمی کردم. خب این تان به چی تبدیل شد در جمله من؟ به شما. چه کسی را صدا نمی کردم؟ یه بازگشایی ساده کردم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، درسته؟ اینجوری خیلی آسان تر میشه. بریم بعدی. میبینید بهتون میگم بخش با اهمیت این قسمت سوالات خود بحث دستور زبانه و بسیار زیاد اهمیت داره. میگه هفخان را ذات سرو مرو دوباره تکرار میکنه، برای ذات سرو مرو یک عبارت دیگه میاره. خب پس ما این وقتی خودش هم داره راهنمایی میکنه آن حریبه خوب همون ذات سرو مروه، درسته؟ میشه چی؟ بدل. میتونیم یکیشو نیاریم. نقش دستوری واژه اکنون، من روایت میکنم اکنون، یعنی الان زمانی رو داره نشون میده. واژه هشتم کدام یک از نوع انواع وابسته‌های پسینه؟ خانه هشتم، صفت شمارشی. میگه تو ذات سرو مرو هسته رو مشخص کنید، درسته؟ اولین کلمه‌ای که صدای ا میگیره در یک گروه اسمی، ذات سرو. اما بخش بعدی چیه؟ سال 12. میگه جمله مرکب 4 تا گزینه داده، میگه توی کدومش دیده میشه. خب یادتون باشه اگر قرار جمله مرکب باشه، اینکه فقط بیشتر از یه جمله باشه شرط نیست، مهم اینه که در واقع چه حرف ربطی توش وجود داره، که اگر قرار مرکب باشه حرف ربط من باید حرف ربط وابسته ساز باشه، مثل که، مثل اگر، مثل تا، درسته؟ واو دارم اینجا، همپای سازه بزنم بره. واو دارم اینجا بین جملات، همپای سازه بزنم بره. آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند، جملم نصفه است با اینکه فعل داره، که چون حرف ربط وابسته ساز دارم جملم الان مرکبه، از نظر معنی دو جمله به هم دیگه وابسته هستن. و فورا مسئله میهمانی و قرار با رفقا رو برای اینکه حسن میره. خب سال 13، مفهوم نشانی الف و نون در واژه های زیر میگه مشخص بشه. خب الف و نون در واقع نشانه های بسیار زیادی در زبان فارسی داره، یکی از انواعش بچه نشانه جمعه، درسته؟ دوستان، درختان. نشانه های دیگه هم داره، مثلا دیلم به اضافه الف و نون. الف و نون چی رو داره نشون میده؟ مکان رو، مثل گیلان، درسته؟ در واژه خواهان کسی که، الف و نون فاعلیه، صفت فاعلی ساز، حواستون
باشه، خواهان یا مثلا خواهنده الف و نون یا پسمنده نده. اما آخرین بخش از سوالاتی که اومده، ببخشید دومین بخش، بخش قلمرو به ادبیه که گفتیم تاریخ ادبیات در واقع یک نمره تا یک و نیم نمره معمولا ازش میاد. آثار رو باید با نام نویسندش ربط بدیم پیدا کنیم، مثلا غزل وارها نوشته شکسپیر، سانتا ماریا مال سید مهدی شجاعی، یا از بین آثار زیر یکی مالکیه میخواد، مال سلمان حراتی رو میخواد، دری به خانه خورشید، در حیات کوچک پاییز، در زندان. دیگه بخش اختصاصی این قسمت یعنی قلم رو به ادبی، آرایه های ادبیه بچه، یعنی بیشتر دیگه الان کار داره که تو چقدر آرایه ادبی رو خوب یاد گرفتی که استفادهش کنی بین ابیات و جمله هایی که بهت داده میشه. یه شکل بهتون گفتم که مثلا هیچ چیزی بهتون نمیده، حالا باز اینجا طراح سوال ببین چقدر مهربون بوده، همه رو برات مشخص کرده، یعنی گفته آقا اینو 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 این چه آرایه های ادبی دارن. فراش باد سبا رو گفته تا فرش زمردین. آقا باد سبا که مثل فراشیه میاد فرشی از جنس زمرد رو زمین پهن میکنه تو بهار، خب نه، سبزه و چمن و گیاهان رو داره به فرشی از جنس زمرد یا سبز رنگ تشبیه میکنه. مشبه نداری اینجا از چی استفاده کرده؟ حواستو جمع کن. استعاره، اسم نمیبرم، مشخص نمیکنم، دیگه تو سال دوازدهمی میدونی یعنی استعاره مصرحه. در دفتر زمانه فتد مخفف افتد، نامش از قلم، نام از قلم افتادن، یعنی از بین رفتن، وجود نداشتن، نام از قلم افتادن میشه معنای ظاهریش، مفهوم خاصی نداره، ما معنا دومیه رو میخوایم. جهانی نظاره شده همگروه، جهان مجازن، مردم جهان، به جای اینکه مردم رو بگه مکانشون رو گفته، درسته؟ مجاز. تا باز کند به روی عالم دیباچه خاطرات شیرین، یه تمر رو اومده به خاطره اضافه کرده، چه جوری میشه؟ گریه تلخ نمیشه دیگه، اینو ما یاد گرفتیم، بهش میگیم حسامیزی، آمیختن یک یا چند تا حس با هم دیگه. شکل دوم یادتونه تو توضیحاتم بهتون گفتم، گفتم توی قلم رو به فکری به یه شکل سوال میاد، تو قلم رو به ادبی به یه شکل سوال میاد، این نمادها هستن. مثلا تو همون درسی که بهتون میگم حائز اهمیت درس سیمرغ رو خوب بخونید، با دقت بیشتری مطالعه کنید. بلبل نماد کیا بود بچه‌ها؟ بلبل ویژگیش چیه؟ همش میخونه، همش حرف میزنه. فکر کن اینو به شکل سمبولیک یا نمادین شاعر میخواد استفاده کنه، نماد چه کسایی میذاره این رو؟ ادعای عاشقی دارن، فقط حرف میزنن، کسی که مدعی ادعای عاشقی داره. اما هدهد نماد چه کسانی بود؟ اگه یادتون باشه برای پرندگان اون هدایت کنندش کی بود؟ هدهد بود. کی همیشه مرشد راه نماز؟ یه کسی که ویژگی های انسانی رو همه رو داشته باشه دیگه، پس انسان کامل، درسته؟ یاد بگیر نمادها رو خوب یاد بگیر. عذر میخوام ازتون. در هر یک از موارد زیر آرایه درست رو از کمانک مقابل آن انتخاب کنید. شیطونی کرده دو تا آرایه که معمولا بچه‌ها نمیدونم هم چرا یکم با هم قاطیش میکنن و کنار هم دیگه آورده. ببینید بچه‌ها، اسلوب معادله یعنی یک مصرع، یک کفه ترازو، یک مصرع دیگه، یک کفه ترازوی دیگه، برابر برابر با هم دیگه در یک راستا.
حواست به این باشه. خب یعنی هر مصرع برای خودش یک معنای مستقل و کاملی داره. جای دوتا مصرع رو اصلا با هم دیگه عوض کن. میگن مثل یه تشبیه پنهان میمونه، یعنی این اینجوریه، میتونیم وسطش بیاریم همانطور که این اینجوریه، درست است، معادل برابر آوردن دوتا چیز. اما حسن تعلیل چیه؟ دلیل آوردن، علت آوردن. جمله معمولا میتونه جمله مرکب باشه، میخواد علت بیاره. حواستو جمع کن. چی میگه؟ مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. جمله معنیش کامله. غنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد. مثلا جای این دوتا مصرع رو با هم عوض کن. غنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. بینشون همانطور که بذار. مستمع صاحب سخن رو بر سر کار میاره همانطور که، یا مثل این که غنچه خاموش باعث حرف زدن بلبل میشه. کدومه؟ اسلوب معادله، برابرسازی. یکی تازی برنشست سیاه همی خاک نعلش برآمد به ماه. خاک نعل اسبش اینقدر رفت به ماه آسمون رسید که خیلی داره زیاده روی میکنه، اصلا از کارای فردوسیه. ستیق جفا بر سر و تن دید یکی چوب. چوب تن داره، سر داره. تا شد تهی از خویش و نیش نام نهادن. جمله ای از کسی نیاورده، عبارتی از کسی نیاورده، شعری از کسی نیاورده. تضمین رو در نظر نگیریم. برای چوب اتفاقا اعضای بدن قائل شده، سر و تن قائل شده. این چی میشه؟ همگنان خاموش گرد برگردش به کردار. کردار به کردار یعنی مثل، مانند، صدف برگرد مروارید. خیلی مشخص. خب میگه با توجه به سروده آرایه تضاد پیدا کنگاه که پاهایم میروند باز میگردم. این تضادش که همین، ببخشید، اول بین این دوتا. چشم از دنیا نبندم، مفهوم کنایه، نمیرم تا زنده باشم. اما بریم به قسمت مهم قلمرو فکری. باره میشو ببین از همه بیشتره. بخش اولشو دیگه سرتون رو درد نمیارم. ببینید بچه ها از کدوم درس ها معمولا اومده. نینامه درس بسیار مهمیه، چند تا نثر مهم داریم که اومده ازشون، درسته؟ درس سیمرغ درس بسیار مهمیه اومدن، کباب غاز درس مهمیه. تو قسمت ه نگاه، واو نگاه کنید، یعنی لغت‌های جدیدی دارن در سال 12 این چند تا درس. پس با دقت بیشتر این چند تا درس رو بخونید. درس اول کتابتون رو، درس سیمرغ رو، درس کباب غاز رو، اینا درس‌های با اهمیتی هستن. خب اینا معنی، بحث معنی کردنه که فراق یعنی چی، دوری، شرحه یعنی چی، سینه یعنی چی، اینا رو معنی میکنید. نثر روان اینجا بخش آسونه، ازش بگذریم. اما چیزی که من تاکید کردم بهتون اینه که به شکل درک مطلب شبیه تقریبا قرابت معنایی که باید به یه سری سوال با توجه به مفهوم چیزایی که خوندین جواب بدین. میگه در نوشته زیر منظور از به طریق انبساط چیه؟ یکی از یاران به طریق انبساط. خب انبساط به معنای چی؟ گشوده شدن. اینجا اینجوری معنیش کنیم، یعنی یکی از دوستان از راه باش، یعنی چی اصلا؟ چه معنی خنده‌دار، من مفهوم میخوام. به طریق انبساط یعنی چی؟ با خوشرویی، با خوشحالی، با نرمی، با آرامش، درسته؟
با توجه به شعر دماوندیه به این تیپ دوم سال، بخش‌های مشخص شده در بیت زیر چید. باز یکی از درس‌هایی که با اهمیت مثل نینامه، مثل درس سیمرغ، اینو میگم با دقت بخونید، اینه: پنهان مکن آتش درون را زین سوخت جان. کیه؟ خود شاعر. یه نصیحت گوش کن، گر آتش دل نهفته داری. بچه ها، یه استعاره بسیار مفهوم، بسیار معروف با معنی عشق. چرا؟ چون وقتی عشق به وجود میاد، یک حرارت و یک گرمایی در بدن انسان، یک هیجانی به وجود میاد. از قدیم الایام در تمام ادب، در ادبیات همه دنیا این رو به آتش تشبیهش کردن. بس لحظه استعاره مصرح هستم، اما اینجا من مفهوم ازتون میخواد. دلمون مگه آتیش داره؟ آتیش منظور چیه؟ تیپ بعدی سال میگه از مقایسه سروده سهراب سپهری و نوشته زیر چه مفهوم مشترکی به اون بحث قرابت معنایی. من نمازم رو وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد، سر گلدسته سر من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم. جمله یا عبارتی چی میگه؟ در کویر خدا حضور دارد و حتی درختش، غارش، کوهش، هر صخره سنگش، سنگریزش آیات وحی را بر لب دارد. هر آنچه که روی زمین هست در حال ستایش و عبادت خداونده. درسته؟ یک مفهومیه که از سالهای پیش شما خوندین، توی سال نهم خونده بودید: کوه و دریا و درختان همه در تسبیحن. آیه 44 سوره اسراء. حواستون باشه، هم سهراب میگه هم از کتاب کبیر دکتر علی شریعتی داریم این مفهوم مشترک رو میخونیم. پس مفهوم مشترکش چیه؟ همه پدیده ها در حال ستایش خداوند هست. در بیت زین منظور از نسیم سحرخیز و باغ چیه؟ خب درس در مورد چی بود؟ همیشه من تو یکی از پست‌های خودم هم بهش اشاره کردم که یک نکته یک تست بهتون گفتم که وقتی که دارید یک شعر رو میخونید از یک درس، به هر چیزش توجه نمی کنی، یه توجه بکن مفهوم کلی اون درس در مورد چیه. این درس در مورد چی بود؟ انقلاب اسلامی. درسته؟ این تغییره، این انقلابه که در جامعه ما به وجود اومده و همه چیز رو بهتر کرده. حالا در این بیت میاد میگه با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردی. آیا نسیم سحرخیزی بوده که حالا ما میخوایم در راهش جانمون رو فدا کنیم؟ چه اتفاقی افتاده این مثلا؟ نه. نسیم سحرخیز منظور چیه؟ با این انقلابه که اتفاق افتاده، حالا به نسیم سحرخیز تشبیهش کرده. باغ اینجا چه مفهومی داره؟ اگر همین شباهت رو بر پایه تشبیه دنبال کنی، باغ چی میشه؟ باغ معنی واقعیش یک جای سرسبزیه که حالا اتفاقاتی مثل گل و بلبل و نسیم و اینا توش اتفاق میفته. وقتی این معنی اصلیش نیست، استعاریه، باغ هم قاعدتا اینجوریه. جامعه، سرزمین. بیست و پنج چی میگه؟ میگه بیت زیر چه مفهومی رو برش تأکید میکنه؟ چو بخشایش پاک یزدان بود، ترکیب بسمه مغلوب، یزدان پاک، دم، اینجا مجازن تأثیر، دم آتش و آب یکسان بود. آقا خلیل، حضرت ابراهیم میخواست بندازتشون نمرود توی آتش، خدا خواست آتیش شد گلستان.
پس همه چیز دست چیه؟ خداوند. اینم چی میگه؟ میگه بخشایش خدا باشه، آب و آتیش هیچ تأثیر خاصی نمیذارن، اون تأثیره رو میذارن که خدا بخواد. پس چی؟ عنایت و توجه خداوند در واقع مسیر رو مشخص میکنه، اون اتفاق رو مشخص میکنه. خب اخوان سالس، حدیث آشنای نقال منظورش چیه؟ این درس با توجه وام گرفته از چه کتابیه؟ از چه اثریه؟ همون که بهتون میگم یه چیز کلی از هر درس رو اول توی ذهن خودتون قرار بدین. بچه ها تو طول ترم یکی از متاسفانه بیشترین بیتوجهی هایی که میکنن وقتی درس داره بازخونی میشه، تدریس میشه نکته به نکته، شاید برشون کسالتبار باشه، ولی بچه خیلی اتفاق مهمی. یعنی شما حتی به عنوان یک داستان گوش بدید، آقا روایت درس هفتم، هشتم، نهم، دهم، دوازدهم کتاب من در مورد چیه؟ اصلا فکر نکنید حالا از مفهوم درس اصلا بیایید بیرون، فکر کنید یک داستانی داره برای شما روایت میشه، یک اطلاعات خوبی در مورد یک چیزی داره به شما داده میشه، حالا احساسی، واقعی، هر چیزی که هست. خب ببینید در مورد چی؟ این خیلی توی سه تا قلم رو به شما کمک میکنه، یعنی یک عالمه شما رو جلو میندازه. پس این تأکید میکنم روی موضوع که توجه کنید بهش. مصطفی جان میخوام امروز نشان بدهی چند مرد حلاجی. یعنی چی؟ مفهوم کنایی شو میخواد. با توجه به سروده زیر یکی از ویژگی های عشق جاودانی رو بگی. خودش اشاره کرده، خیلی آسونه، خیلی هم قشنگه، من خیلی دوست دارم. میگه هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم، وانچه را قدیمی است قدیمی ندانم، که تو از آن منی و من از آن تو. این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان میبیند. یادتونه در مورد عشق بود دیگه، عزت و احترامی که عاشق به معشوق میذاره. یکی از ویژگی های عاشق واقعی کی بود؟ با گذشت زمان معشوقش رو هیچ وقت پیر نمیبینه، همیشه معشوقش رو در اوج جذابیت و جوانی میبینه. این هم دقیقا همین انتها آورده، این میشه جواب سوال شما در واقع، همواره معشوق رو جوان میبینه. بریم قسمت بعدی و آخر. در واقع میگه با توجه به هفت تا وادی یا مرحله عرفانی توی منطق و طیر عطار، بیت های ردیف نخست یعنی یک و دو یادآور کدام وادی هستن؟ حالا سه تا میگه داده، الف و به وجه داده، یکی که اضافه است، این که بمونه. بچه ها دقیقا میشه کدوم مبحث؟ در واقع سوالی که اینقدر پیچ و داده شده، میگه یک و دو با کدوم یکی از بیت ها قرابت معنایی داره؟ روی ها چون زین بیابان در کنن، جمله سر از یک بیابان در، وحدت وجود، درسته؟ بریم ببینیم. هر یکی بینام شود بر قدر خیش، باز یابد در حقیقت صدر خیش. چشم بکشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار. مال اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت در باختن. خب وقتی صحبت از وحدت وجود بشه، جمله سر از یک بیابان در کنن یعنی چی؟ ببخشید بچه. پس ما اینجا میخوایم از وحدت وجود صحبت کنیم، یعنی به هر چیزی که نگاه میکنیم به خداوند در نهایت میرسیم. به دقت کنید بچه ها، چشم بکشا به گلستان و ببین، جلبه آب صاف چه در گل چه در خار، یعنی هیچ تفاوتی نداره، ما تو دوتاش یک چیز واحد میبینیم. خب این ربط پیدا میکنه به یک بحث قرابت معنایش. دل چه بندی در این سرای مجاز،
دنیا غیر واقعیه، مجازیه، غیر حقیقیه، دل نبند. مال اینجا بایدت انداختن. اینجا منظورش کجاست؟ این دنیایی که زندگی میکنی. خب اینم با هم، اینم میشه اضافه و در واقع رد میشه بین گزینا. بچه های یه دونه نمونه سوال رو که مال سال پیشه براتون حل کردم، امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. و اینکه یه سری نکته ها رو باز برای یادآوری خدمتتون عرض میکنم. یک تصویر کلی از هر درس توی ذهن خودتون بذارید، بهتون کمک میکنه. ما درسایی داریم که حائز اهمیت هستن. توی این درس ها شما کار بیشتری کردید همراه با دبیر و معلمتون، مثل درس کباب غاز، مثل درس خانه هشتم، مثل درس در واقع سیمرغ. اینها مثال هایی بود که دیدید هم در بخش زبانی، هم در بخش ادبی و هم در بخش فکری به ترتیب ازش سوال اومد. یعنی در هر بخش متعلق به خودش یا شکل سوال خودش سوال اومد. پس اینها رو با دقت و تاکید بیشتری میگم که بخونید، حواستون جمع باشه. تو بخش ادبی اگر دقت کرده باشید دیدید مباحثی که امسال براتون جدیدتره بیشتر ازش سوال اومد. اسلوب معادله و حسن تعلیل، دوتا آرایه‌ای که بچه‌ها با هم اشتباه میکنن، کنار هم اومد. استعاره اومد. کسی وقتی من میگم استعاره رو بلد باش، دو جا به دردت میخوره. توی بخش قلمرو فکری بهت میگه آتش مفهومش چیه. تو یاد گرفتی در بخش ادبی که آقا این استعاره از عشقه، اونجا مفهومش رو میدونی، عشقه. ببین یک بحث توی دو تا قسمت مورد استفاده برات قرار میگیره. این که همه اینها یک زنجیر متصل و پیوسته به هم دیگه هستن و توی درصدی که تو میخوای از نمره خوب بگیری تأثیر گذار هستن. ما یک سری نمونه سوالات سالهای قبل رو هم براتون با پاسخنامه تهیه کردیم، داخل گروه تلگرام مدرسه مهتا هست، میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم که یک آزمون نهایی شیرین و دلچسب از درس فارسی بدین و موجبات خوشحالی خودتون، خانواده‌هاتون و همچنین ما رو فراهم کنید. خسته نباشید، لطفاً کامنت ها رو باز کنید. ممنون از شما، سپاسگزار از شما. انشالله که براتون مفید واقع شده باشه. بله، در کنایه ها ما در واقع مفاهیمی رو که داریم که دو تا معنا دارن. بچه ها حواستون باشه، معنا ظاهریه رو کار نداریم. این هم جز اونایی که هم تو آرای ادبی باش کار داریم. یعنی میگه آقا مثلا از چشم فلانی افتادم، چه آرایه ای داره؟ میگیم خب کنایه. بعد تو قلم رو فکری یه کار دیگه باش داریم، معنیشو میخواییم بدونیم، مفهومشو میخواییم بدونیم. یعنی دیگه به چشم کسی نمیاییم یعنی چی؟ یعنی براش ارزشی نداریم دیگه، دیده نمیشیم. درست شد؟ بله، ممنون از شما. شما هم خسته نباشید. مرسی از توجه همگیتون، مرسی از این همه مهر و لطف و سپاس شما عزیزان. ان شاءالله که براتون این ساعت مفید واقع شده باشه. وقت شما هم بخیر، خسته نباشید. خدا یار و نگهدارت.